قراره یک مجموعه فوق‌العاده خاص رو بهتون معرفی بکنیم که هم گیاهای خاص وارداتی داره و هم انواع گیاهای مینیاتوری و فانتزی که شما جای دیگه تو ایران پیدا نمی‌کنید و البته فضای مهالودش هم ببینید لذت برید. بریم هم. خب اومدیم مجموعه بزرگ گلخونه پارس فلور توی شهر ورامین هست و یک گلخونه فوق‌العاده مکانیزه و جدید که امکانات جذابی داره، گیاهای خیلی باحالی داره، گیاهای لوکس وارداتی داره، چیزایی که شما توی ایران پیدا نمی‌کنید. بیا اینجا، از همینجا شما ببینید سیستم رو متوجه میشید. ای وای نیفتم. این تجهیزاتی که برای گرمایش، سرمایش و تهویه استفاده میشه، حالا جزئیاتش رو باز میپرسم داخل، بهتون میگم. بریم داخل سالونم ببینیم. این بخش که بخش اداری مجموعه هستش. خب اولین جایی که باید ببینیم، بریم سراغ بخشی که برای آبیاری و کوددهی گیاهان هستش. بیاین داخل. ببین اینجا کامل این سیستم هایی که میبینید اینجا، آب و کود از این طریق به گیاه ها میرسه، یعنی کاملا مکانیزه و زمانبندی درست، یعنی گیاه نیاز داره آب بهش داده میشه، کود داده میشه، مهپاشی و همه اینها کامل مکانیزه و جذاب. حالا بریم توی خود گلخونه رو ببینیم. بریم تو بخش بعض روحنشا و اون بخش جذاب گلخونه. بیم خب این سالن نشا هستش که میتونید نخل مصافر و پرنده بهشتین گیاه ببینید که نشاش اینجا به صورت زیاد و عمده آماده میشه، مخصوص گلخونه دارا و گلفروشایی که میخوان گیاه خاص و درجه یک و زیاد تهیه بکنن. حالا یه نکته خیلی جالب و جذابم داره و اونم آبیاری اینهاست. ببین اینا یکی اینکه حرکت میکنه، جابجا میشه و اینکه از زیر اینا آبیاری میشه. بیا بریم یکی ببینیم. باز کردن داره آبیاری انجام میشه. خب اینم چشمه، یعنی جایی که آب و کود و مواد غذایی میاد از زیر جذب گیاه میشه. یکی از مزیت‌هایی که از زیر آبیاری میشه اینه که یک دست و کامل بهشون کود و مواد غذایی میرسه، یعنی یه جوری نیستش که شما از بالا آبیاری بکنی یه بخش از ایشو خوش بمونه، به بعضی مواد زیاد برسه، مواد معدنی و بعضی کم برسه، ولی به این شکل میاد کامل همشون یک دست سیراب میشن و مواد غذایی کاملا بهشون میرسه. سالن اول که نشاها بود که دیدید سیستم آبیاری از کف داشت و این سالن هم سالن بذرا هستش. ببینین اینجا رو، بذرا تو اینا آماده میشه، خیلی شیک و مجلسی و سیستم هم که اینجا از آبیاری و مهپاشی و دما همه چی خودکار هستش که دیگه بتونید سری بذرایی که اینجا مشخصه شروع کردم به سبز شدن. چیه این؟ راونلا؟ راونلا چی بود اسمش؟ همین چیزایی راونلا اسمش اینجا؟ راونلا. آره از رو هم خوندنش سخته. اینا که میبینیم بذرا شروع کرده به رشد و رویش اولیه. حالا بریم سالن قشنگ رو ببینیم. ببین یه سری گیاه های خیلی خاص، کمیاب و یا وارداتی هم هست تو اینا دیگه. آها این زبرینای خاص که یک نوع آلوکازیا هستش، هم بابا آدمی که میشناسید این نوع خیلی خاصشه که وارداتیه و میبینید شکل و شمایلش رو فوق‌العاده خوشگله، میتونه یه جایگزین خیلی خوب هم برای بابا آدم باشه چون نسبت به بابا آدم مقاومتره و توی منزل میتونه شرایط بهتری برای رشد داشته باشه. حالا اینجا فیکوسا رو میتونیم ببینیم، فیکوسای خیلی خوشگلی که سرزنی شده دیگه. و بریم جلوتر باقی گیاران ببینیم هم دیگه. فیکوس شرابی های نشایی بوده اینا یا بذری بوده؟ نشاییه دیگه. و این فیکوس های ابلغ و گیاه هایی که دوباره باز انواع فیکوس ها رو اینجا میتونید ببینید. این مجموعه مخصوص گلخونه دارا و گلفروش های هستش که میخوام به صورت عمده و خوش قیمت تهیه کنم، میتونن از این مجموعه استفاده کنن. اینجا یه سری وان هایی وجود داره که برای کار کردن هم قابل حمل، هم جابجا میکنن، هم راحت
گلدون و گیاه رو میخوان خاکش عوض بکنن و یکی از مزیت‌های مجموعه استفاده از خاک استاندارد و خوب هستش با کیفیت بسیار عالی که ترکیبات عالی داره برای اینکه همه گیاه بتونن اون رشد فوق‌العاده رو داشته باشن. خب اینجا رو ببینید، ما رو ببینید، اینجا رطوبت فیکس شده است برای گیاهان با یک رطوبت خاصی که بتونن این رشد ایده‌آل رو داشته باشن. یکی از اون خواسته اینا که گفتیم آلوکازیای زبرینا و الان غرق میشیم توی مه. این یکی از گیاهایی که اینجا رو نشون بده تنشو ببین، خیلی باحال. اینجور ساقه دیده بودید شما گیاه اینجور شکلی داشته باشه؟ و بیایید ببینید، لذت ببرید فعلا از این هوا. اینجا میتونید درخچه های موز رو تهیه بکنید تو انواع سایزهای کوچیک تا بزرگش و همشون هم صحی و سلامت توی گرخونه پارس فلور. انواع خاص آلوکازی هایی که جای دیگه نمیبینید اینجا وجود داره. آلوکازی های چی بود؟ فرایدک ابلغ، سخت اسمش، کلی نوشتیم تا حفظ کنیم. و این فیلودندرون های تریکالر. این هم حتی یه نوع آلوکازی هست، ببین برگاشو. دیگه بگم بهتون، این مانسترای ابلغ که نمیدونم اینجور شکل رو شما دیدید یا نه، و جدا از اون، این هم یک نوع از اون آلوکازی ها هستش. ببینین ها، اینا رو فکر کن تهیه کنی بذاری تو پذیرای مهمون میاد ببینه سرش گیج بده. و این گیاه خاص دیگه، بیش از این سرتون رو درد نیارم. این بخش سالون های دیگر هم که دیدید و مشخصاتش رو هم، مشخصات و توضیحات و پیجش رو هم براتون زیر این پست قرار میدم. میتونید تشریف بیارید تو پیجشون ببینید، یا اینکه میتونید دوستان که گلخونه دارن، گلفروش هم میخوان عمده تهیه بکنن، برن و خرید بکنن. دم شما گرم، مرسی که همراه هم بودید.